Ассалому алейкум, бинандагони азиз. Ин агнаши навбати бахши хабари паёми рӯз аз тариқи телевизиони Сух манзури шумо мегардад. Дар студия бо шумо Санҷарбек Захорҷонов. Президент Шавкат Мирзиёев 24 август ба вилояти Самарқанд рафт. Оиди тафсилоти пурраи сафари президент ба Самарқанд дар гузориши аввалинамон нақл мекунем. Таваҷҷӯҳ кунед. پرزیدنت ازبکستان اول مقبره امام بخاری را در ناحیه پیرغ زیارت کرد. سوره ها از قرآن و دعا خوانده شدند. از درگاه خداوند متعال تمنا داریم که صلح و آرامی کشورمان را حفظ کند، به ما آبادی و فراوانی فرستد. اینک تا جشن 32 سالگی استقلالیتمان وقتی خیلی کم مانده است. ما مننت داریم که خلق ما چنین راهی دور و دراز را طی کرده است. در برابر این ما در نزد خود نقشه های کلان گذاشتیم. برای نائل شدن به آنها دوچند محنت کردن و تربیت جوانان بیشتر دقت دادن لازم است. وقتی که در همه ساحه ها تحصیل و دانش اولویت دارند، نتیجهش بلند خواهد بود. ما می خواهیم که جوانانمان با چنین گذشتگانمان به مثل امام بخاری، میرزا الغبیگ مناسب باشند، گفت شوکت میرزیایف. قید کرده شد که در سمرقند نیز باید چنین مدل تعلیمی معرفت اسلامی بخارایی تشکیل کرده شود. دستورها داده شدند که کارها آید به حفظ جوانان و غایه های بیگانه، مبارزه بر ضد جهالت با معرفت، با استفاده از میراث عالمان گذشته پرزور گردانده شوند. عین زمان مجموعه امام بخاری با سازی می شود. سرور دولت نمونه های کارهای پردازی را از نظر گذراند. سپس پرزیدنت از مکتب تعلیم همگانی رقم 32 ناحیه آقدریای ولایت سمرقند دیدن کرد. در سرقانون مملکت ما بنیاد دولت اجتماعی در ازبکستان مستحکم شده است. وابسته به این به ساحه معارف توجه اولین درجه داده می شود. در برابر ساختمان مؤسسه های نوی تعلیمی و بهتر نمودن مضمون تعلیم اهمیت کلان داده می شود. امسال مکتب رقم 32 از تعمیر اساسی برآمد. مکتب برای 782 طلبه پیش بینی شده است. در 22 سینفخانه، تالار ورزشی، آشخانه، لابراتوری، سینفخانه های انفرماتیکا شرایط موثر فراهم آورده شده است. در کتابخانه زیاده از 1500 هزار کتابی بدهی موجود است. چه خیلی که معلوم است به جوانان آموزانیدن کمش دو زبان خارجی و یک کسب زمانوی همچون سمت اساسی اصلاحات تعلیم تا مکتبی معین شده است. در حدود استفاده نشده مکتب از کنستروکسیه های سبک بناهای علاوگی ساخته برای آموزاندن 15 کسب و کار گوناگون شرایط فراهم آورده شد. در آنها دانش اندوزان ملکه های ابتدایی IT، خدمت رسانی تکنیکی، بافندگی، سرتراشی، کسمتالوگیا، کلالگری، کندکاری چوب را از خود میکنند. پرزیدنت از این سینفخانه ها دیدن کرده با بچه هایی که در محفل های تابستانه اشتراک میکنند صحبت کرد. ما فراگیری معلومات عالی را وسیع میکنیم، اما نه همه در دانشگاه تحصیل کردن را انتخاب میکنند. از این رو ما در نزد خود مقصد گذاشتیم که فرزندان ما از مکتب آموختن زبان ها و کسب های خارجی را آغاز کنند. شخصی که اقل لان یک کسب را از خود کرده است کم نخواهد شد و می تواند منبع در بالای خود کار کرده مهارت خود را تکمیل دهد. از این رو هدف ما فراهم آوردن شرایط مناسب برای هر یک جوان است، گفت سرور دولت. شوکت میرزیایف با آموزگاران و سابقه داران مهنت هم صحبت شد. بعدیان رهبری دولت با فعالیت دانشکده بیوکیمیایی دانشگاه دولتی سمرقند شنا شد. امروز در دانشگاه زیاده از 25000 نفر دانشجویان تحصیل میکنند. در ترکیب دانشگاه دانشکده اگروبیوتکنولوژی و بیخطری ازغواری، دانشکده فیزیک مهندسی، پژوهشگاه ترک شناسی و دانشکده بیوکیمیا تشکیل کرده شدند. دانشکده بیوکیمیا امسال در بعضی فاکولتیت های بیولوژی و کیمیای دانشگاه تشکیل کرده شد. بعد کارهای عظیم ساختمان برای دانشکده 7 کارپوس نو قامت راست کرد. اینها دو کارپوس تعلیمی برای زیاده از 1000 جای، مجلسگاه، گرمخانه، ویواری لابراتوری تحقیقات بیولوژی، گرباری لابراتوری تحقیقات تنیکی، آشخانه دانشجویان می باشند. جالب دقت است که عالمان هر دو ساحه علم مکانی در یک جا تحقیقات گذراندن را فراهم آوردند. این کار را در بابت به همدیگر پیوستن اینواتسیه های بیولوژی و کیمیاوی به زینه نو می برارد. سرور دولت شرایط سینفخانه ها، گرمخانه و لابراتوریه های علمی را از نظر گذراند. با پروفسوران و معلمان صحبت کرد. تحقیقاتچیان درباره نقشه های با وجود آوردن نوهای نوی داروهای انتخابی ضد سرطان در اساس ترانسفورماسی کیمیاوی داروهای انکولوژی نقل نمودند.
پرزیدنت اوید به تشکیل کارآموزی خارجی برای کارمندان دانشکده کارکرد محصولات داروسازی و کیمیاوی با وجود آوردن نوهای نوی پخته انگور و گندم سپاری شد. حالا در دانشکده بیوکیمیاوی از روی 8 سمت تعلیم 2.8 هزار نفر دانشجویان تحصیل میگیرند. در مجموع در دانشگاه 12 لابراتوری علمی و 67 لابراتوری تعلیمی فعالیت دارد. پرزیدنت شوکت مرزیویف از ساختمان مجمع سودای صنعت و خدمت رسانی نوحه سمرقند نیز دیدن کرد. میدان آن 37 هکتار را اشغال می کند. در اینجا به مبلغ 2.79 میلیارد سوم 7 لایحه به عمل برآورده می شود. به نزدیکی لایحه یکم بازار قسم های احتیاطی اتومبیل به راه مانده می شود. در دکان های بازار که مساحت عمومی 11 هکتار را تشکیل می دهد 3000 جای کاری تأسیس داده می شود. حالا ساختمان کارخانه های استحصال گازابلوک ها، پیناپلاست، آهاگ و گرمتیک با سرعت دوام دارد. در سالهای نزدیک افتتاح مرکز سودای و فراغتی کارخانه های کارکرد شیشه استحصال چهارچوب پلاستیکی و آلومینی در نظر است. در مجموع این لایحه ها امکان با جای کاری دائمی تامین نمودن 10000 نفر را فراهم خواهد آورد. سرور دولتمان به اهمیت تاسیس جای های کاری توجه علاهیده داده مهم بودن تیزاندن لایحه ها توسعه استحصالات و با جای کار تامین نمودن شهروندان بیکار را تاکید نمود. با مناسبت 32مین سالگرد استقلالیت وطنمان تحت شعار برای حیاتی نو برای ازبکستان نو در صحن حولی مجموعه سودای نوحه سرخ برنامه کنسرتی برگزار گردید. در چهارابینی نمایندگان از ولایت بادکن نیز شرکت ورزیدند. استقلال نعمت بی‌بها برای به دست آوردن این نعمت گذشتگان ما جان خود را نثار کردند، علیه دشمن سخت مبارزه بردند. من 32 سال است که خورشید تابان استقلالیت به سر مردم سربلند و سعادتمند ما نورهای زرین خود را میپاشد. در تدبیری که به مناسبت عید استقلال تحت شعار برای حیات نو برای ازبکستان نو برگزار گردید، بار دیگر تاریخ پیش از استقلال و دوره های نوئل گردیدن به آزادی خلقمان به یاد آورده شد. حاکم نوحه سرخ سید بهرام سید مصیف مردم نوحه را به عید استقلال تبریک نموده گفت که در دوام سالهای استقلال حتی در یکی از دوردست‌ترین دیهات کشور نوحه سرخ دیگرگونی های بی‌مثل با وجود آمده طرز زیست و زندگانی مردم ما خیلی بهتر گردید. خصوصا در دوام 2-3 سال آخر در اساس قرار پرزیدنت ازبکستان لایحه های بزرگ در راه منفعت خلق و آبادی دیار به عمل تطبیق گردیدند. در واقع در چهارابینی حاکم نوحه بادکند جمهوری قرغیزستان شرکت داشت و او به سخن برآمده درباره دوستی خلقای سرملت ازبکستان و قرغیزستان سیاست خردمندانه سران دو کشور اظهار اندیشه کرد. اینچنین مردم سرملت ازبکستان را به عید استقلال تبریک نمود. قرغیز ریاستی بادکن رایونونون دلیگاسیاسی اتاین موهایتی وکیلانی ناحیه بادکند جمهوری قرغیزستان مردم ازبکستان را از جمله اهالی ناحیه سرخ را به مناسبت 32 سالگی استقلالیت جمهوری ازبکستان مخصوص تبریک می نماییم. می توان گفت که سالهای اخیر با سعی و ابتکاری سران دو کشور همکاری ها در همه ساحه های بین دو مملکت به راه مانده شده در تحکیم دوستی کارهای نظررس انجام داده شدند. ناحیه سرخ با ناحیه ما بادکن هم سرحد است و ما در یک جویگی حاکمیت ناحیه سرخ چاره و تدبیرهای اندیشیده استادیم که بین دو ناحیه همسرحد ساحه های توریسم، سودا، صناعت، خواجگی قشلاق را در همکاری رواج دهیم. ما به موافقه رسیده استادیم که خط سیری توریسم را بین ناحیه های قدمجا، سرخ و بادکند به راه مانده همکاری را باز هم مستحکم نماییم. و قریبی در ناحیه بادکند نیز عید استقلال جمهوری قرغیزستان جشن گرفته می شود و من با آن چاره‌بینی تحت رهبری حاکم ناحیه سرخ سید بهرام سید موسیف خلق سرخ را دعوت میکنم که رفته استراحت کنند. واقعا هم ناحیه سرخ به ناحیه بادکند جمهوری قرغیزستان همسرحد است و بین این ناحیه ها برای رشد ساحه های توریسم، خواجگی قشلاق، اینوستیسیا پتانسیل خیلی کلا میباشد. حاکم ناحیه سرخ در صحبت با ما ذکر نمود که من بعد بین ناحیه های سرخ و بادکند همکاری در ساحه توریسم رواج داده می شود. فقط لیگ مزوت لیگ مناسبات بله تو بعد مزه
بخشیده به جشن 32 سالگرد استقلالیت در ناحیه ما در 27 محله چاره‌بینی های ایدانه ادامه دارند. ما از این خیلی شادیم که امروز در مرکز ناحیه در یک جویگی همسایگانمان ایدی استقلال وطن را جشن میگیریم. ما با ناحیه بادکند جمهوری قرغیزستان نقشه های کلان داریم. لایحه ها در ساحه سیاحی، اقتصادیات، سرمایه گذاری یک جویه به عمل تطبیق کرده می شوند. امروز ها سعی و تلاش داریم که تا آخری سال ما در ساحه سیاحی کارها را انکشاف دهیم، لاجستیکای جمعیتی را تشکیل کنیم و آن بر رشد منبعی همکاری هایمون مساعدت خواهد کرد. در چوربینی صنعتکاران محلی و ولایت توسط سرودهای دلنشین خود طبیع اهلی تدبیر را خوشنود ساختند. در شعر و سرود و صحنچه ها اساساً استقلال و کامیابی های آن ترنم یافت. قناعتمندی آدمان از زندگی از چهره آنها حس کرده می شد. آخر با قرار سروری دولت سالهای آخر در سوخ دوردست کارهای بزرگ انجام داده شدند. پرابلم هایی که سالها باز اهالی را تشویش می دادند تدریجاً حل شده ایستادند. خلاصه امروز در هر گذر و محله ناحیه سوخ شکوه ایدی استقلال حکمران است. نبزی جهان چشمی مرا سوخت است، عشقی تو به جانم آتش افروخت است. نبزی جهان چشمی مرا سوخت است، عشقی تو به جانم آتش افروخت است. ساکنی محله نوابات ناحیه سوخ احمد علی قنبرف و همسر او تختنیسا زرخارو و امسال در تدبیر جشن عید استقلال که در شهر فرانه برگزار می‌گردد اشتراک می‌کنند. تا این دم آنها هرچند کوشش کنند هم به مرکزی ولایت رفتن نمی‌توانستند، زیرا پاسپورت شهروندی نداشتند. در عرفه 32 سالگرد استقلالیت وطن آرزوی آنها جامعه عمل پوشید. امروز خورسندی ساکن محله نوابات ناحیه سوخ احمد علی قنبر و همسر او حد و کنار ندارد، زیرا آنها در عرفه 32 سالگرد استقلالیت وطن به شهروندی ازبکستان قبول شدند. تا این دم از سبب نداشتن پاسپورت شهروندی به مانند دیگران برای سیر و سیاحت به شهر و ناحیه های کشورمان رفتن نمی توانستند، اما توفیلی سیاست خردمندانه و انسان پرورانه راهبر ازبکستان آنها مقام شهروندی ازبکستان را گرفتند و آرزویشان جامعه عمل پوشید. با آنها پاسپورت شهروندی را سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه سوخ قاسم جان رحیم بردیف سپارید. 30 سال باز پاسپورت گشته نتونسته بودم. هر روز می رفتم پاسپورت گره و بشکونم کسر شد از چگره گذاشته نتونستم. پرزیدنت ما رحمت من امروز من بایبه گرفته صبح گشته من پاسپورت من دوده. پرزیدنت ما رحمت کلون. آنهایی که پاسپورت شهروندی را گرفتند گفتند که از چند سال این جانب از حدود ناحیه بیرون نرفتند و اکنون میتوانند شهر فرغانه را سیر و سیاحت کنند. سرور شعبه کارهای داخلی قاسم جان رحیم بردیف معلوم کرد که آنها را برای اشتراک در تدبیر جشن استقلال که در مرکز ولایت فرغانه برگزار میگردد میفرستد. از این گونه اعتبار و غمخواری ها خیلی ممنون بودن خود را گشته و برگشته تکرار میکردند آنهایی که مقام شهروندی ازبکستان را گرفتند. بینندگان عزیز، بخش خبری پیام روز دوام دارد و حالا شرح مختصر خبرهای مهمترین و آخرین روز کشورمان را به شما میرسانیم. توجه کنید. ازبکستان از ترکمنستان 2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی میخرد. وزیر انرژیتیک ازبکستان جورابیک میرزا محمودوف و جانشین سروزیر ترکمنستان از روی مسئله های سوزیشواری انرژیتیکی مملکت باتی رمانوف در مذاکره هایی که در اشخاباد در بابت خرید گاز طبیعی گذشت شرطنامه بستند. گاز طبیعی خریده شده برای احتیاجات داخلی مملکت کوه فرموده می شود. در این باره واسطه های اخبار ترکمنستان خبر داد. کمران نوریلایف پرد زیوداچی سمرقند در چمپیونت جهان مدال طلو به دست آورد. در شهر برمنگهم انگلیا بازی های جهانی ایبسا و چمپیونت جهان آید به زیودو جریان دارند. پرد زیوداچی کمران نوریلایف سمرقندی که در وزن 60 کیلوگرم میان مردان شرف کشوری ما را حمایه کرد مدال طلو گرفت. در بازی نهایی وی بر ضد نوکر میگری جاناشویلی گرجی به تاتامی برآمد و با بهای ایپان پیروز شد. در نوای یک کودک 11 ساله هنگامی راندن ماشین بازداشت شد. میگویند که کارمند پلیس ماشین لسیتی را که در آن پسر بچه 11 ساله اداره میکرد بازداشته است. گفته میشود که ماشین را به پسر بچه پدرش باور کرده سپاریده است. طبق معلومات های رسمی از ماه سپتامبر با استفاده از کارت ایدی وارد شدن به قرغیزستان امکان پذیر می شود. از 1 سپتامبر سال 2023 شهروندان ازبکستان و قرغیزستان می توانند با استفاده از ایدی کارت به آسانی مرز همدیگر را عبور کنند یا اینکه ورود و خروج به کشور همدیگر انجام دهند.
80 ماشین دماس در خط سیر تاشلاق فرغانه به حمل و نقل مسافران مشغول خواهد شد. نرخ بلیت برای یک کس 3000 سوم است. اگر با 6 پسجر حرکت کرده با جای تعیین شده رساند براننده جمع 18000 سوم پول داده می شود. اکنون تصور کنید که برای این مبلغ ناارزنده و یک همکاری خود کار زده عمری خود را در پس پنجره گذرانیدن را چه خیال فهمید؟ موضوع را دوام می دهیم. دشمنی گدا گدا می شود، هر کاری که کنی به تو صدا می شود. این عباره ها معمولا نسبت به آنهای استفاده می شود که در یک ساحه کار می کنند و یک دیگر را چشمی دیدن ندارند. عینن همین عباره را نسبت به جنایتی که در نوحه تاشلاق ولایت فرغانه صادر شده است استفاده برده ممکن است. گپ در سر آن است که مناقشه دو شهروند که با مسافرکشی مشغول بودند با کارزنی انجام یافت. روز 17 اپریل سال جاری ساعت 16:00 در ایستگاه مرکزی ناحیه صادق جانف و خلیلف نام راننده ها که در خسیر تاشلاق فرغانه به مسافر کشانی مشغولند برای نوبت خود جنجال کردند. در جریان مناقشه صادق جانف از ماشینش کارد را گرفته به خلیلف به پای چپ و کتف چپی او ضربه زده قصدن آسیب جسمانی رسانیده است. به خلیلف که به کسالخانه آورده شده است البته یاری طبی رسانیده شد. در سود جنایی ناحیه تاشلاق از بس که صادق جانف به گناه خود پر را اقرار و از کردارش پشیمان شد و جبر دیدن شهادت داده است که وضع سلامتیش خوب است و نسبت او دوا ندارد، نسبت او جزای سبکتر طلب کرده شده است. دادگاه یعنی سود چنین حکم برآورد. صادق جانب ازبکستان ریسپولیکاسی جنایت کودکسینگ 104 ماده سه اکینچ قسم ل بند بلن عیب دار تاپلر اشبو ماده گی اساسا آزادیک تا محروم قلش جزاست تایلنده تایلنگن آزادیک تا محروم قلش جزاست عمومی ترسپلی کالونیلر دوتش بیلگیلنده. حتی اگر طرف ها پس از صادر شدن جنایت راهی آشتی شوی را انتخاب کنند هم به سود شونده موافق قانون البته جزا داده می شود. از این رو همین را اصلا فراموش نباید کرد که پشیمانی آخرین دشمن است. بینندگان عزیز، بخشی خبری ما را صحیفه دنیا 24 دوام می دهد که توسط این صحیفه خبرهای مهمترین دنیا با شما رسانیده می شود. دو نفر هلاک و هزاران نفر دیگر از سبب آبخیزی و یرش در مرکز چیلی تخلیه شدن اطلاع می دهد که از این فارم با استناد به ریتورس. خودی همان روز هنگام دیدن منطقه های آسیب دیده تقریبا در کیلومتر 250 سمت جنوب پایتخت سانتیاگو پرزیدنت دولت گابریل بوریچ وضعیت فوق‌العاده اعلان نمود. موافق معلومات اگنتی آید به برطرف نمودن پیامدهای آفات‌های طبیعی چیلی اسپاررت بیش از 26000 نفر چون پیشتره به خدمت رسانی اساسی دسترسی نداشته تقریبا 34000 نفر به جایهای امن کوچانده شدند. در منطقه ضرر دیده که در آنجا اساسا فرمران زندگی می نمایند تقریبا 38000 نفر بی برق ماندند. مقامات اهالی را دعوت نمودند امرها را آید به تخلیه قطعی اجرا نمایند، زیرا باید به نظر گرفت که قسمت کلان منطقه زیر خطر از ساحل ها برآمدن دریاها قرار دارد. در فصل زمستان هزاران نفر در چیلی بر اثر گرمی غیر مقرری و بارش پر اقتدار تا 10 سالهای آخر به سرپناه ماندند. نجات دهندگان روز سه‌شنبه جسد 28 نفر را که در نتیجه سوختار طبیعی در شمال یونان هلاک شدند پیدا نمودند. موافق اطلاع اگنتی در طول سه روز سوختار در یونان بیش از 43000 گکتر زمین را فرا گرفت. مقامات شهر آنالوسیا واقع در شمال افینا با کوچانیدن ساکنان امر دادند. در شهر همسایه فیل آلنگی آتش الکا یکچند بنا را فرا گرفته است. امرها درباره تخلیه اینچنین به بعضی نقطه های اهالی نشین در اتیکا مقدونی شرقی و فراکیا دخل دارند. نظارت سوختار در نزد شهر اسپروپیرگوس در کیلومتر 15 مرکز افینا غیر امکان است. بیش از 120 آتش نشان کوشش دارند که پیش سوختار را گیرند. در جای حادثه اینچنین 9 هواپیمای سوختار نشانی فعالیت دارند. دولت‌های مترقی باید وعده جدا نمودن 100 میلیارد را به کشورهای پیشرفته برای حل مشکل تغییریابی اقلیم اجرا نمایند. طور آرمن پرس با استناد به تاس اطلاع می‌دهد، با چنین دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوتریش در نشست بریکس سخن گفت. دولت‌های پیشرفته در نهایت باید وعده‌های به کشورهای رو به ترقی داده را اجرا نمایند. برای مبارزه با تغییریابی اقلیم 100 میلیارد دلار جدا نموده، مبلغ گذاری روندهای مطابق شوی به این تغییرات را دوچند گردانند و فوند اقلیمی سبز سازمان ملل متحد را تکمیل داده برای جبران تلفاتی که امسال به عمل آمد مبلغ جدا نمایند، اظهار داشت آنتونیو گوتریش در نشست بریکس. گوتریش تاکید داشت که کمک به آفریقا در سمت‌های نامبر شده افسلیت دارد. این مسئله عدالت است، علاوه نمود او.
همدیارانی عزیز و ارجمند، این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز. بخش خبری پیام روز تلویزیونی صحبت در همینجا با بخش خبری حسنی انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید. اما شما مرا تحت نکنید، زیرا برنامه های تلویزیونی صحبت دوام دارد.